هفته صبح در تهران بیننده این بخش خبری زنده با من زینب آوین هستید. ابتدا سرخط خبرها. این سالگرد یه روزیست که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم. ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمیکنه، بلکه انقلاب مهسا در آستانه یک سالگی شاهزاده رضا پهلوی در نشستی با روزنامه‌نگاران دیدگاه های خود را درباره خیزش مردمی تشریح کرد. این فکر کنم اولین کاری باشه که باید انجام بدن که اون استیتمنت غلطی رو که قبلش دادن بیرون اونو درست بکنه و به ما گفتن به زودی یه استیتمنت میدن بیرون درباره همین این چیز. وعده وزارت خارجه آمریکا برای پیگیری وضعیت جمشید شارمهد. غزال شارمهد در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت ایالات متحده تلاش میکند از این پس پیگیر پرونده پدرش باشد. و تداوم اعتراضات مردمی در سوریه. معترضان خواستار سرنگونی بشار اسد و خروج شبه نظامیان وابسته به ایران از این کشور هستند. نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی عصر جمعه با حضور جمعی از خبرنگاران در قالب یک میزگرد بحث و تبادل نظر در شهر لس آنجلس برگزار شد. در این میزگرد سریع با خبرنگاران شاهزاده رضا پهلوی اعتراض و اعتصاب همزمان را بهترین مقاومت مدنی در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی قلمداد کرد. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران می‌بینیم، در تمام دنیا می‌بینیم. تظاهرات مختلف در این سال روز و خیلی‌ها سوال می‌کنن در داخل ایران تکلیف چیه؟ آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم؟ نظر شخصی من هستش که نه، در تمام نقاط ایران باید باشه. چرا؟ برای که هر چقدر پخش‌تر عمل کنید وادار می‌کنید نظام رو به اینکه پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید اعتصاب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی را فرصتی استثنایی برای ایجاد یک صدایی در میان ایرانیان داخل و سراسر جهان توصیف کرد. میگم این سالگرد یه روزیست که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم. ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمیکنه، بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای اینکه همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست، من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما باعثی باور، اینو شعار نمیگم، اما من واقعا باور دارم به این حرفا. این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم. من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن. اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابونای ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. مشروع کامل این میزگرد و گفتگوی سریع شاهزاده رضا پهلوی با روزنامه‌نگاران ساعت 7 عصر امروز به وقت تهران از شبکه ایران اینترنشنال پخش می شود. محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا تصویب لایحه حجاب اجباری ضابطین موظف به برخورد با افرادی هستند که او بی‌حجاب می‌خواند.
او تاکید کرده است که در سال گذشته توصیه‌ها و دستورات مشخصی برای مقابله با آنچه او بی‌حجابی خوانده به بخش‌ها و دستگاه‌های مربوطه صادر شده و فعلاً باید از این قانون استفاده شود. اجرایی افزوده باید با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب برخورد قانونی صورت بگیرد. بیشتر اخبار ضد و نقیضی در مورد ارسال لایحه حجاب اجباری به شورای نگهبان پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس منتشر شده بود. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از شیکاگو با ما همراه شد. خانم بنی هاشمی خیلی خوش اومدین. محسن اجرایی از ضابطین قضایی خواسته منتظر تصویب لایحه حجاب اجباری نباشن و در برخورد با مخالفان حجاب اجباری بر اساس قانون موجود عمل کنن. این تاکید و اصرار بر برخورد با مخالفان حجاب اجباری از سوی رئیس قوه قضایی در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری به نظر شما به چه معناست و با چه هدفی همراهه؟ درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، مسئله این هستش که قوه قضایی تلاش داره که ضابطین قضایی خودش رو تشویق بکنه به در واقع پیگیری مسائل بی‌حجابی در سطح خیابون. مسئله این هستش که با سرصداهای بسیاری که بر سر مسئله لایحه حجاب شد و اینکه این لایحه در حال رفتن و به تصویب رساندن هست، شاید این رو در بسیاری این احساس رو در بسیاری از ضابطین قضایی به وجود آورده که آیا ما باید الان دست به کار بشیم یا این احساس در مردم هست که فعلا که قانونی نداریم، بنابراین صبر کنیم تا این قانون جدید بخواد بیاد. شاید این احساس در واقع یک نوع واکنشی که نیروهای ضابطین قضایی دارن نسبت به اینکه نمیخوان برای این موضوع اقدام بکنن، مسئله‌ای باشه که اجرایی رو به این نقطه رسونده که بخواد اونها رو تشویق بکنه که همچنان بر اساس قانون فعلی دست به کار بشن. منطقه اون چیزی که الان مسئله و مشکل کف خیابان برای مردم هست، مسئله برخورد ضابطین با مردم و با زنان نیست. مسئله بیقانونی آمرین به معروف هستش که خودشون رو در نقش ضابطین قضایی میبینن، به خودشون اجازه میدن به مردم تذکر بدن، بعضن مثل پرونده نارنجستان شیراز حمله بکنن، دسترازی بکنن، برخورد ایجاد برخورد فیزیکی و خشونت بکنن و مسئله این هستش که این ضابطین قضایی حد و مرزی براش مشخص نیست. آیا اینکه افراد آتش به اختیاری که اونها مدام ازشون میخوان که نسبت به این کار اقدام بکنن، اونها هم تحت همین به اصطلاح گفته های آقای محسنی اجرایی میگنجن یا اینکه اونها خارج از این مسئله هستن؟ به هر حال مسئله این هستش که این یک نوع صدای تشویقی هست برای نیروهای خودی و در واقع شاید هم یک پرچم یا یک علامت هشدار باشه برای زنانی که همچنان بدون حجاب در خیابان ها میدندن. خب خانم بنی هاشمی، دادن اختیارات به افرادی مثل حجابان و آمرون به معروف برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری حکومت رو ندارن چقدر نگران کننده است؟ هم نگران کننده است و هم یک مورد شبیه بیقانونی هستش، برای اینکه ما در قانون اگر کسی رو اسم ضابط قضایی بر کسی میگذاریم علتی داره. علتش این هستش که این افراد آموزش دیده هستن، به هر حال کارمند یک ارگان دولتی محسوب میشن، یعنی قابل پیگیری و قابل شناسایی هستن. بنابراین از این جهت اسم ضابط قضایی یک اسم قانونی هست و اینطور نیستش که هر کسی به اصطلاح خودش رو بخواد ضابط قانونی معرفی بکنه، ضابط قضایی معرفی بکنه و پس از اون مردم موظف باشن که از اون اطاعت بکنن. افرادی مثل حجابان و اینها رو من بیشتر شخصا نظرم این هستش که کسانی هستن که به خاطر مسائل معیشتی و اقتصادی و بیکاری های وسیع در واقع ایجاد مشاغل اینچنینی کردن هم شده یک راه و روش جدید، وگرنه اگر که بر پایه در واقع مسائل قانونی میبایست پیش بره، باید همون همچنان از نیروهای پلیس، نیروهای نیروی انتظامی کمک گرفته بشه. حتی ما میدونیم که اتفاقی که پارسال در برای مهسا امینی افتاد، تازه به نوعی نیروهای پلیس بودن که باعث مرگ یک نفر شد. حالا شما در نظر بگیرید که کسانی که اصلا آموزش ندیدن و از این راهروهای در واقع آموزش‌های لازم اصلا رد نشدن، چطور میتونن در برخورد با مردم موازین قانونی رو در نظر بگیرن؟ آیا این حجابان‌ها اصلا موازین قانونی رو میشناسن؟ آیا حد و مرز ورود و خشونت ورزی میان اونها و شهروندان مشخص شده؟ اینها مسائلیه که همچنان به صورت
غیر مشخص وجود داره و اینها همون مسائلی که به نظر من ایجاد خشونت و ایجاد درگیری میان شهروندان میکنه. بسیار متشکرم از شما پگاه بنی هاشمی حقوقدان که با ما همراه بوده. متشکرم. پس از توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی، آمریکا اعلام کرد که به طور مشخص فقط در مورد 5 زندانی مذاکره کرده. در همین حال خانواده های دیگر زندانیان دو تابعیتی باور داشتند که مذاکرات باید شامل آنها نیز شده باشد. شهاب دلیلی و جمشید شارمه دو تن از این زندانیان بودند که خانواده هایشان مطلع شدند در این توافق لحاظ نشدند. شهاب دلیلی کاپیتان بازنشسته کشتیرانی بیش از 7 سال و جمشید شارمه با حکم اعدام 3 سال است که در زندان های امنیتی جمهوری اسلامی هستند. حالا پس از یک تحسن 2 هفتهی غزال شارمه توانسته مذاکرهی با مقامات وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت پدرش داشته باشد. در همین مورد ایران اینترنشنال گفتگوی اختصاصی با او داشته. اردوان روزبه گزارش می‌دهد. عصر بارانی روز جمعه در محل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش غزال شارمه، فرزند جمشید شارمه، کسی که 3 سال در زندان‌های ایران هستش و زیر سایه حکم اعدام قرار داره، تونست ملاقاتی رو با مسئولین رده بالای وزارت خارجه آمریکا داشته باشه. این در پی یک تحسن دراز مدت در مقابل این ساختمان بود که اونها خواسته بودن در مذاکرات فعلی تعدادی از زندانیان دو تابعیتی لحاظ شده، اسم این افراد دست کم خانواده دلیلی و خانواده شارمهد هم تلاشی بوده که اسم این افراد در این مذاکرات قرار بگیره، اما امروز غزال ملاقاتی با مسئولین رده بالای وزارت خارجه آمریکا داشته. من جزئیاتش رو از خودش بپرسم. غزال لطفا به من بگو در دیدار امروزت که فکر می‌کنم چند دقیقه بیرون اومدی از وزارت خارجه، چه چیزایی مطرح شد و با چه کسانی ملاقات کردی؟ بله، امروز همین الان 2 ساعت ملاقاتمون بود، درباره مستقیم کیس پدر من بودش، با مقامات بزرگ 3 دیپارتمنت وزارت خارجه صحبت کردیم اینجا برای 2 ساعت و درباره تمام کیس و کارهایی که میخوان بکنن بودش و برام خیلی مهم بودش که ببینم که چرا الان توش نیست، پدر من چرا الان توی این مذاکرات نیستش و چی کار میخوان بکنم. و به من این قول رو دادن که 100% روی کیس پدرم دارن کار میکنن، از قبل کار کردن و در آینده هم خواهن کار کرد. اما من بهشون گفتم که من حرف شما رو نمیتونم قبول بکنم، من باید در عمل ببینم و عملی که تو الان نشون دادین اینو نشون نمیده، برای این تو عمل میخوام ببینم این چیزو. مهم هستش که استیتمنت هایی که شما میدین بیرون استیتمنت باید نباشه که ضد این حرفی هستش که الان دارین اینجا میزنین، چون تا الان داشتی میگفتین این مشکل آلمان هستش و الان دارین به من میگین که نه، ما همه با هم دیگه کار میکنیم. گفتن که نه، 100% ما همه داریم در با هم دیگه، با آلمان با هم دیگه کار میکنیم برای پدر من. این فکر کنم اولین کاری باشه که باید انجام بدن که اون استیتمنت غلطی رو که قبلش دادن بیرون اونو درست بکنن و به ما گفتن به زودی استیتمنت میدن بیرون درباره همین این چیز. ولی برای من مهم بودش که بدونن که این مذاکراتی که الان داره اتفاق میفته، اگه پدر من جزوش نباشه پدر منو میتونن بکشن و این خیلی مهم بودش که اونو بفهمن، چون الان یک موقع تاریخی هستش. ما میدونیم که توی این هفته سالها پیش جیم فولی رو کشتن، دزدیدن، کشتن و آمریکا کاری نکرد که بتونه اونو نجات بده. جیمز فولی یکی از آدمایی بودش که برای این کشور میجنگید، برای آزادی میجنگید، پدر منم برای آزادی میجنگه. باب لوینسون جمهوری اسلامی بردش، کشتش، هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. یعنی نشون میدن که وقتی کار نمیکنن برای آدمای خودشون، برای آمریکایی ها، این اتفاق میفته. و میخواستم که بدونن که من نمیخوام پدر من هم قربانی این کمکاری آمریکا بشه و یه جیم فولی یا باب لوینسون دیگه ازش درست بکنه. غزاله شارمهد اینجا جلسه ای داشته با وزارت خارجه و وزارت خارجه قول داده که سیاستش رو در ارتباط با دست کم وضعیت جمشید شارمهد، زندانی در سایه اعدام در ایران، تغییر بده. باید منتظر بود ببینیم آیا بیانیه تازه وزارت خارجه در نقض بیانیه قبلی خواهد داد یا خیر. اردوان روزبه، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی.
اعتراضات در سوریه علیه نظام موجود در این کشور نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد. تعدادی از معترضین با تجمع در شهر السویدا و شهرک القریا در جنوب این استان خواستار برکناری بشار اسد شدند. این معترضان همچنین تاکید کردند که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی باید از سوریه خارج شوند. این نافرمانی در واکنش به تصمیم وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان سوریه آغاز شد که با مصوبه حذف یارانه های سوخت باعث افزایش بی سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق تحت کنترل رژیم حاکم شد. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای هاشمیان خیلی خوش اومدین به برنامه. این اعتراضات هفته گذشته در پی قطع یارانه سوخت در سوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه داره. آیا ادامه این اعتراضات میتونه تبدیل به چالشی بزرگ برای دولت بشار اسد بشه؟ این نمیشه گفت یک چالش بزرگ برای بشار اسد. میدونید که بشار اسد آماده کشتنه و 500,000 انسان رو همراه با خامنه ای و روسیه در سوریه کشتن و الان اما آماده است 500,000 دیگه رو بکشه. منتها این مسئله با توجه به صحبت‌هایی که دو فرستاده فرانسه و انگلستان و همینطور فرستاده آلمان و صحبت خانم لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در شورای امنیت و همچنین با توجه به پوشش خیلی گسترده‌ای که رسانه‌های عربی و به خصوص رسانه‌های سعودی که اخیراً میزبان بشار اسد در اجلاس سران عرب بودند، این نشون میده که اون سیاستی که آقای بشار اسد فکر میکنه که مردم رو کشته، انقلاب مردم سوریه رو نابود کرده و همه چی تموم شده و الان جهان عرب اونو میپذیره و دنیا اونو میپذیرن و میان در واقع در فرایند بازسازی شرکت میکنه، چین توهمی که بشار اسد و حتی خامنه ای داره به جامعه عمل نخواهد رسید و الان صحبتی که بخصوص خانم لیندا توماس گرینفیلد کردن در مورد اجرای قطعنامه 2254 به این معناست که الان یک پنجره جدیدی باز شده و فشار وارد میکنه بر بشار اسد که بیاد و این قطعنامه که مربوط به تغییر نظام سیاسی و فرایند سیاسی و از رژیم بشار اسد میخواد که یک انتخاباتی تحت نظر سازمان ملل در سوریه اجرا کنه و الان میدونی که این قطعنامه 2005 تصویب شد ولی الان 8 ساله آقای بشار اسد از اجرای اون تفره میره، مجبورش میکنن که چین قطعنامه ای رو بپذیره. خب آقای هاشمیان، سوریه در حال حاضر در تنگنای یک بحران اقتصادی عمیق قرار داره. چقدر تداوم چنین اعتراضاتی و ادامه نارضایتی مردم از دولت میتونه منجر به یک جنگ داخلی دیگه در این کشور بشه با توجه به اینکه این کشور تجربه یک جنگ داخلی 10 ساله را هم داره؟ اگر ما بر این تظاهرات متمرکز بشیم و ویژگی های اساسی اون رو مطرح کنیم، مهمترین ویژگیش الان مسالمت آمیز بودن اون با اون این که با هیچ گروه مسلحی هم در ارتباط نیست، اگر خشونتی هم صورت میگیره از طرف رژیم بشار اسد و مسئله اساسی اینه که تمام تظاهرات چه در استان سویدا، چه در درعا، چه در غرب شرق و شمال حلب و چه در منطقه شمال ادلب، همه در مناطقی است که تحت سیطره رژیم بشار اسد، نه مخالفین بشار اسد. بنابراین اینها مسالمت آمیز، ربطی به گروه های خشونت طلب نداره و اون چه که ممکنه اونو به خشونت در واقع بکشونه رژیم بشار اسد، چون که من دیدم مشاور آقای بشار اسد خانم لونا شوبل گفته که اینها مزدورن و عوامل خارجی هستن و بنابراین بایستی با هم روش سابق با آنها برخورد کرد. وزارت دفاع سوریه هم بیانیه شدید لحنی صادر کرده که گفته اینها دستای توته گره و میخوان هرج و مرج در کشور ایجاد کنن و بسیاری از مسائل. اگر خشونتی وجود داره از سوی رژیم بشار اسد و نه از سوی مردم. بسیار متشکرم از شما حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب که با ما همراه بودید.
پس از یک روز تأخیر، هفتمین ماموریت سرنشیندار اسپیس ایکس برای ناسا به نام کرو 7 یا تیم 7 بامداد شنبه با حضور 4 فضانورد از جمله یاسمین مقبلی به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب خواهد شد. قرار است تیم 7 در زمان حضور تقریبا 6 ماهه خود در ایستگاه فضایی بین المللی بیش از 200 آزمایش علمی و پژوهش جدید پیرامون آماده سازی حضور انسان در مدارهای تعیین شده انجام دهد. این آزمایش‌ها شامل جمع‌آوری نمونه‌های میکروبی از فضای بیرونی ایستگاه فضایی و بررسی جنبه‌های فیزیولوژیکی خواب فضانوردان خواهد بود. 17 سال پس از آنکه انوشه انصاری به عنوان اولین گردشگر ایرانی تبار به فضا سفر کرد، اکنون هدایت تیم 7 در ماموریت اسپیس ایکس بر عهده یاسمین مقبلی یک فضانورد ایرانی تبار دیگر خواهد بود. ما در ایران اینترنشنال این رویداد رو که تا ساعت دیگر از مرکز فضایی کندی انجام خواهد شد به صورت ویژه و زنده با حضور کارشناسان پوشش خواهیم داد. با گذشت چند روز از سقوط جتی که گمان می‌رود حامل یوگنی پریگوژن رهبر گروه واگنر و 9 سرنشین دیگر بوده، روسیه اعلام کرده که دستگاه ضبط اطلاعات پرواز را کشف کرده است. روسیه گفته 10 جسد از این حادثه به دست آمده که محققان در حال انجام آزمایش‌های ژنتیکی هستند. آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه 1 شهریور ماه تایید کرد که یوگنی پریگوژن رهبر گروه واگنر و دیمیتری اوتکین بنیانگذار این گروه در جت شخصی که در منطقه تور روسیه سقوط کرد حضور داشته و کشته شدند. ساعت پایانی روز پنجشنبه در حالی که دونالد ترامپ برای دقایقی در محل زندان فولتون زندانی شد، تصویر هنگام بازداشت او به سرعت تبدیل به یک عکس جنجالی پرمخاطب شد. دونالد ترامپ تصویر ماکشات خود را همزمان با بازگشت خود به پلتفرم ایکس توییتر سابق منتشر کرد. انتشار این عکس در حساب کاربری او در کمتر از 24 ساعت نزدیک به 200 میلیون بازدید داشته. برخی بر این باورند که ترامپ با حضور در 4 دادگاه در سال جاری این دعواهای حقوقی را یک فرصت تبلیغاتی برای خود می‌داند. در آخرین نظرسنجی‌ها به رغم عدم حضور در مناظره داخلی جمهوری‌خواهان، دونالد ترامپ از بالاترین محبوبیت در بین جمهوری‌خواهان برخوردار است. قرعه کشی فصل پیش روی لیگ قهرمانان آسیا به تازگی برگزار شد. فصلی که قرار است رونالدو با پیراهن النصر، کریم بنزما با پیراهن الاتحاد و نیمار با پیراهن الهلال مقابل نمایندگان ایران قرار بگیرند. تقابل‌هایی که برای تیم‌های ایرانی با توجه به وضعیت نامناسب و پرچالش مالی و مدیریتی در فوتبال ایران نابرابر و دشوار خواهد بود. نکته نگران کننده تر وضعیت نامشخص میزبانی تیم‌های ایرانی در این فصل از رقابت هاست. تیم‌هایی که نه ورزشگاه استاندارد دارند و نه از نظر امکانات می‌توانند با حریفان عربستانی رقابت کنند. گزارش زهرا علی‌پور رو ببینیم درباره قرعه‌کشی این رقابت‌ها در منطقه غرب آسیا. النصر سعودی عربیه. They will be going to Tehran for the opening match. قرعه کشی عجیب و غریب ترین فصل تاریخ لیگ قهرمانان آسیا. مساف پرسپولیس با رونالدو، تقابل سپاهان با کریم بنزما و رویارویی نساجی و نیمار. چه کسی فکرش را می‌کرد؟ پرسپولیس تنها سرگروه ایرانی این رقابت ها نه تنها در گروه ای باید به مصاف رونالدو و یارانش در تیم النصر عربستان سعودی برود، بلکه در گروه مرگ رقابت ها هم قرار گرفت. از دوحیل قطر و استقلال تاجیکستان دو حریف دیگر شاگردان گل محمدی در مرحله گروهی هستند. پس در صورت رفع موانع میزبانی تیم‌های ایرانی، النصر با رونالدو و ستاره‌هایی مثل سادیو مانه، بروزوویچ، تلس، تالیسکا و فوفانا برای رویارویی با قهرمان لیگ ایران به تهران سفر خواهد کرد. دیداری که در هر صورت به دلیل محرومیت یک جلسه پرسپولیس بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. قرعه سپاهان هم به گروه سی با سرگروهی الاتحاد عربستان افتاد. تیمی که علاوه بر کریم بنزما، کانته، فابینیو و ژوتا را هم در اختیار دارد.
شاگردان مورایس البته در اولین بازی مهمان نیروی هوایی عراق هستند. بر اساس برنامه اعلام شده، الاتحاد 10 مهر ماه برای بازی با سپاهان با ستاره‌هایش راهی نصف جهان خواهد شد. حامد شیرین و نساجی که سرنوشت اولین تجربه حضورش در لیگ قهرمانان آسیا به الهلال و فوق ستاره جدیدش نیمار گره خورد. سرگئی میلینکوویچ ساویچ، کالیدو کولیبالی و مالکوم از جمله دیگر ستاره های تیم مدعی عربستانی هستند که قرار است 11 مهر ماه در ورزشگاه آزادی به مسافه نساجی قائم شهر برود. در هر صورت و در حالی که تماشای بازی ستاره‌های پارسال فوتبال اروپا به جذابیتی بی‌نظیر برای هواداران فوتبال در آسیا تبدیل شده، طرفداران بیشمار فوتبال در ایران شاید از تجربه کردن این لذت محروم شوند. محرومیتی ناشی از ورزشگاه‌های غیر استاندارد و بدون VAR حاصل عملکرد متولیان امنیتی و حکومتی بر فوتبال ورشکسته ایران. با دیدن این گزارش ورزشی به پایان این بخش خبر رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.